به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. وای بر کم فروشان، آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند حق خود را به طور کامل می گیرند، اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند کم می گذارند. آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند در روزی بزرگ، روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند؟ چنین نیست که آنها درباره قیامت می پندارند. به یقین نامه اعمال بدکاران در سجین است. تو چه می دانی سجین چیست؟ نامه ایست رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همانها که روز جزا را انکار می کنند. تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است، همان کس که وقتی آیات ما بر او خوانده می شود می گوید این افسانه های پیشینیان است. چنین نیست که آنها می پندارند، بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است. چنین نیست که می پندارند، بلکه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند. سپس آنها به یقین وارد دوزخ می شوند. بعد به آنها گفته می شود این همان چیزی است که آن را انکار می کردید. چنان نیست که آنها درباره معاد می پندارند، بلکه نامه اعمال نیکان در علیین است. و تو چه می دانی علیین چیست؟ نامه ایست رقم خورده و سرنوشتی است قطعی که مقربان شاهد آنند. مسلماً نیکان در انواع نعمتند، بر تختهای زیبای بهشتی تکیه کرده و به زیبایی های بهشت می نگرند. در چهره هایشان تراوت و نشاط نعمت را می بینی و می شناسی. آنها از شراب زلال دست نخورده و سربسته ای سیراب می شوند. مهری که بر آن نهاده شده از مشک است و در این نعمتهای بهشتی راغبان باید بر یکدیگر پیشی گیرند. این شراب آمیخته با تسنیم است، همان چشمه ای که مقربان از آن می نوشند. بدکاران در دنیا پیوسته به مؤمنان می خندیدند و هنگامی که از کنارشان می گذشتند آنان را با اشاره تمسخر می کردند و چون به سوی خانواده خود باز می گشتند مسرور و خندان بودند و هنگامی که آنها را می دیدند می گفتند اینها گمراهانند، در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکفل آنان نبودند. ولی امروز مؤمنان به کفار می خندند، در حالی که بر تختهای آراسته بهشتی نشسته و به سرنوشت شوم آنها می نگرند. آیا با این حال کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟